برنامه 36 شخصیت برجسته ایالات متحده به رئیس جمهور باراک اوباما. ما از شما مصرانه و با قوی ترین بیان ممکن می خواهیم که از نخست وزیر عراق خواستار آزادی گروگانها بشوید و از او بخواهید برای بالا بردن امنیت لیبرتی با دولت خودتان همکاری کند. ما مصرانه از شما می خواهیم پیشنهاد سناتور منندز را قبول کنید و تا زمانی که این اهداف به دست نیامده باشد فروش سلاح و کمک به حکومت عراق را معلق کنید. بسیاری از امضا کنندگان این نامه به درخواست وزارت خارجه برای سلامت اشرفی ها تضمین شخصی دادند و این تضمین ها به دنبال وعده های حفاظت بوده که قبلا توسط بالاترین افسران ما در عراق به آنها داده شده است. به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. آقای رئیس جمهور، ملاقات شما با نوری مالکی شاید فرصتی برای برطرف کردن نگرانی هزاران ایرانی پناهنده باشد که حفاظت آنها به صورت مکتوب توسط نیروهای ارتش ما، وزارت خارجه و بسیاری از امضا کنندگان زیر تضمین شده است. بیش از 3000 تن از مردان و زنان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در عراق محصور باقی ماندند. در تاریخ اول سپتامبر 2013 در حمله توسط نیروهای ویژه عراقی و با شرکت نیروی قدس رژیم ایران 52 پناهنده در کمپ اشرف کشته شدند. بسیاری از این افراد غیر مسلح دستبند زده اعدام شدند. برخی از آنها روی تخت در بیمارستانشان به قتل رسیدند و 7 نفر از آنها ربوده شدند و علی رغم تلاش‌های مکرر وزارت خارجه و سازمان ملل برای حفاظت و مشخص کردن جای آنها تعیین تکلیف ناشده باقی ماندند. این در حالی است که بسیاری از امضا کنندگان این نامه قول‌های آمریکا برای حفاظت را به درخواست مقامات ارشد وزارت امور خارجه مورد تایید قرار دادند. آنها در کمپ اشرف به عنوان حافظان اموال باقی مانده بودند و این بر پایه تضمین‌هایی بود که توسط دولت ما داده شده بود. تلاش‌ها برای آزادی پناهندگان ربوده شده به جایی نرسیده و خانواده‌ها و دوستان آنها در این نگرانی به سر می‌برند که دولت عراق آنها را به رژیم ایران مسترد خواهد کرد تا به طور قطع شکنجه و اعدام شوند. تنها مداخله شما نزد نخست وزیر عراق می‌تواند جان آنها را نجات دهد. حمله اول سپتامبر اولین مورد از حملاتی که به جان باختن افراد منجر شد نبود. پیش از آن هم نیروهای عراقی با استفاده از سلاح‌های ایالات متحده در ژوئیه 2009 و آوریل 2011 به ساکنان حمله کردند و ده‌ها نفر را کشته و صدها نفر را مجروح کردند. حملات موشکی به لیبرتی از داخل یک منطقه حفاظت شده نیز جان 10 پناهنده دیگر را گرفت. باقی مانده افراد با سطح بسیار پایین حفاظتی و در شرایط وحشتناک زندگی محصورند. برخی استدلال خواهند کرد که در شرایط وخیم عراق مرگ، محرومیت، محدودیت و آدم ربایی نه منحصر به فرد است و نه قابل اجتناب. با این حال یک تمایز بارز وجود دارد. این پناهندگان توسط تروریست های ناشناخته هدف قرار نگرفتند. این یک کشتار جمعی از پیش طراحی شده و برنامه ریزی شده در بالاترین سطح و اجرا شده توسط نیروهای عراقی و مزدوران با استفاده از تجهیزات و آموزش‌های ارائه شده توسط نیروهای ایالات متحده است. هر یک از افراد پناهنده که به قطر رسیدند دارای کارت هویت بودند
که آنها را به عنوان افراد حفاظت شده توسط دولت ایالات متحده به رسمیت شناخته است. هر یک از آنها بر اساس توافقنامه‌ای که ما به اصرار وزارت خارجه با آنها بحث کردیم و آنها را از حضور و امنیت دیپلماتیک توسط دولتمان مطمئن کردیم جابجا شدند. این به بهترین شکل توسط وندی شرمن در 3 اکتبر 2013 در استماع کمیته روابط خارجی سنا بیان شد، آنجا که گفت: ما باید هر کاری را که در توانمان هست بکنیم تا به قولی که به مجاهدین خلق دادیم به خوبی عمل کنیم. اما بسیار روشن است که این قولی بود که به آن عمل نشد. ما از شما مصرانه و با قوی ترین بیان ممکن می خواهیم که از نخست وزیر عراق خواستار آزادی گروگانها بشوید. از او بخواهید در بالا بردن امنیت لیبرتی و جبران اموال پناهندگان با دولت خودتان همکاری کند و اینکه رسیدگی شود و اجازه داده شود که از این منابع مالی برای انتقال این افراد استفاده شود. علاوه بر این ما مصرانه از شما می خواهیم پیشنهاد سناتور منندز را قبول کنید و تا زمانی که این اهداف به دست نیامده باشد فروش سلاح و کمک به حکومت عراق را معلق کنید. ما از شما می خواهیم با استفاده از نیروهای ایالات متحده همه ساکنان لیبرتی فوراً از عراق خارج شوند و به سلامتی به محلی که مورد حفاظت ایالات متحده آمریکا باشد منتقل شوند. بسیاری از امضا کنندگان زیر برای سلامت ساکنان تضمین شخصی دادند. این تضمین ها که به درخواست وزارت خارجه داده شده به دنبال وعده های حفاظت بوده که قبلاً توسط بالاترین افسران ما در عراق به آنها داده شده است. ما از شما مصرانه خواهان اقدام در اسرع وقت هستیم. با احترام، ارتشبد جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما. ارتشبد هیو شلتون، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا 1997-2001. نیوت گینگریچ، کاندیدای ریاست جمهوری، رئیس پیشین کنگره. دنیس هسترت، رئیس کنگره آمریکا 1999-2007. شهردار رودی جولیانی. فرماندار هاوارد دین، رئیس پیشین حزب دموکرات. فرماندار اد رندل، رئیس پیشین حزب دموکرات. وزیر تام ریج، وزیر مایکل موکیزی، وزیر بیل ریچاردسون، ارتشبد جیمز کانووی، ارتشبد مایکل هیدن، رئیس اطلاعات مرکزی 2006-2009، پورتر گاف، رئیس اطلاعات مرکزی آمریکا 2003-2006، جیمز ولسی، رئیس اطلاعات مرکزی 1993-1995، لوئیس فری، رئیس FBI 1993-2001، سفیر میچل ریس، سفیر جان بولتون، سفیر مارک کینزبرگ، سفیر لینکلن بلومفیلد، سپهبد دل دیلی، جنرال دیوید فیلیپس، سرهنگ وسلی مارتین، سرهنگ لئو مکلاسکی، سرهنگ توماس کنتویل، سرهنگ دکتر گری مورش، لیندا چاوز، جان سانو، بری جانسون، پاتریک کندی، یوجن سولیوان، دیوید دپوتلا، فرانسیس تونزند، وکیل آلن درشویتس، سناتور رابرت توریسلی، پولا دوبریناسکی، گار رایت.